در بیابان پهناور ماسای مارا در تانزانیا شیری وجود داشت که اسمش زبانزد مردم بومی اونجا بود. اون با قدرت، انعطاف پذیری و تسلط به سایر شیرها به ناچ معروف شد. این شیر با صلابت به خاطر بریدگی های قابل رویت در گوشهاش به این اسم نامگذاری شده بود. داستان ناچ به نوعی صعود اون به قله پادشاهی شیرها رو روایت میکنه. البته تصاحب این قله با ائتلاف هولناک اون و پسرانش شکل گرفت. این گروه با هماهنگی همدیگه یکی از خاص‌ترین و ترسناک‌ترین افتخارات رو در قلمرو حیوانات تشکیل دادن. ناچ که با نام کالی هم شناخته میشد، در اواخر دهه 1990 در ماسای مارا به دنیا اومد. اون پس از رسیدن به دوران بلوغش با یک شیر جوان دیگه به نام شیر لایت ائتلاف کرد. در سال 2004 اعتماد به نفس این دو شیر تا حدی افزایش پیدا کرد که اونا جرأت کردن شیرهای معروف گله مارش رو که در فضای مجازی معروف بودند به چالش بکشند. رویارویی جسورانه ناچ و لایت منجر به یک تحول پیروزمندانه شد. اونا تونستن رهبران قبلی گله مارش رو که سیمبا و بوروندی بودند رو از گله فراری بدن و خودشون رو به عنوان فرمان روایان جدید گله تحکیم کنن. در پادشاهی شیر اختلافات سرزمینی امری عادیه و شیرهایی که پیروز میشن اغلب توله های شکست خورده رو حذف میکنن. البته این موضوع در رابطه با ناچ و لایت هم صدق میکرد. اونا پس از تسخیر گله مارش همه شیرها رو به کنترل خودشون درآوردن و همه توله ها رو از بین بردن. در اواسط سال 2005 قلمرو گله مارش توسط شیرهای رقیب دیگه تهدید شد و در همین زمان بود که لایت هنگام دفاع از قلمرو جون خودش رو از دست داد. بسیاری بر این باور بودن که کشته شدن لایت پایانی برای فرمان روایی ناچ خواهد بود، اما برخلاف همه احتمالات ناچ موفق شد که با نزدیک موندن به شیرها و اتخاذ رویکرد محتاطانه تر قلمرو خودش رو حفظ کنه. دوران سلطنت ناچ با در نظر گرفتن قدرت اون در فرزند آوری و داشتن تعداد زیادی توله همراه با شیرهای تحت کنترلش قابل توجه بود. تعامل اون با شیرهای ماده بقا و تکثیر نسلش رو تضمین کرد تا اونجایی که در سال 2008 حدود 8 توله در گله ناچ به دنیا اومد. هنگامی که حکومت ناچ شروع به تزلزل کرد، اون با آواره شدن از قلمروش روبرو شد و در نهایت جایگاه خودش رو از دست داد. ناچ به 5 توله نر جوان خودش پیوست. اون محافظت و پرورش توله هاشو تا بزرگسالی بر عهده گرفت. ناچ و 5 پسرش به نامهای ناچ دوم، مایتی لانگ، رون، سزار و گریماس ائتلافی رو تشکیل دادن که این ائتلاف در ادامه تبدیل به یکی از مسلط‌ترین و ترسناک‌ترین گله‌های شیری شد که تا به حال در ماسای مارا دیده شده بود. سلطنت اونا که از حدود سال 2008 شروع شد با اعمال قدرت بر منطقه تداوم یافت و بیش از 1000 کیلومتر مربع رو در بر گرفت. ائتلاف ناچ در دوران اوج خودش بر چندین گله از جمله پارادایس، موگورو، سرنا، ریکیرو و دیگر گله ها حکومت میکرد. با تسلط ناچ و پسرانش حکومت وحشت و سلطه در ماسای مارا تشکیل شد. ائتلاف ناچ مسئول مرگ شیرهای متعدد در طول تقریباً یک دهه از سلطنتش بود، در حالی که تعداد دقیق شیرهایی که این ائتلاف به قتل رسوند همچنان ناشناخته باقی مونده. احتمال میره که اونها ده ها شیر رو کشته باشن. مثل هر داستان دیگه ای، ائتلاف ناچ با چالش های روبرو شد. وسعت زیاد قلمرو ناچ باعث شد که اونها مجبور بشن امکان حراست از سرزمین تحت تسلطشون رو کاهش بدن. همین مسئله موجب ناپدید شدن مایتی لانگ در سال 2010 شد. احتمالاً مایتی لانگ به دلیل رویارویی با شیرهای نر دیگه کشته شده بود.
در همین حال ناش با وجود سن بالا به محافظت از پسرانش ادامه داد و قدرت و سرسختی باور نکردنی از خودش نشون داد. طول عمر ناش استثنایی بود و اون وضعیت هوشیاری خودشو تا زمان مرگ و در سن بیش از 14 سالگی حفظ کرد. البته اون در سالهای آخر زندگیش از پسرانش جدا شده بود، ولی برای تأمین غذا به اونها سر میزد. رفتار سرکش و غرورآمیز ناج علی‌رغم حالت لاغر و نحیفش کمرنگ نشده بود. پس از مرگ ناج، گریماس در قلمرو شیرهای رقیب گرفتار و کشته شد. ائتلاف ناج اکنون به نصف کاهش یافته بود، اما شهرت هولناک خودشو همچنان حفظ کرد. دوران سلطه فرزند سوم ناج به نام رون در سال 2016 توسط ائتلاف دیگه‌ای از شیرها به نام سن ریور به پایان رسید. سزار هم در سال 2017 پس از لنگ شدن پاهای عقبش در درگیری با سایر شیرها جایگاه خودشو از دست داد. ناچ دوم آخرین عضو بازمانده بود، اما تصمیم گرفت بی سر و صدا و بدون مقاومت زیاد ائتلاف رو ترک کنه. در یک پیچ و تاب شگفت انگیز، ناچ دوم دوباره ظاهر شد، اما این دفعه با پسرش یعنی اسپیر بوی. این دو پدر و پسر ائتلاف لوکات رو تشکیل دادن و بیش از یک سال در کنار هم زندگی کردن. این همکاری یادگاری از تاریخ ائتلاف ناچ بود، چون ناچ دوم بسیار شبیه به پدرش عمل میکرد و میدونست همکاری با پسر آیندهش شانس بقای اونها رو هم زیاد میکنه. میراث ناچ از طریق نوادگانی که اون رو از خودشون به جا گذاشتن همچنان زنده است. اگرچه ائتلاف افسانه‌ای دیگه وجود نداره، اما نوه های اون از جمله سزار دوم، رون دوم، چشم آبی و دونگو همچنان بر چهار گله مهم در ماسای مارا حکومت میکنن. دوران ائتلاف ناچ با تسلط مطلق و داستانهای پیروزی و کشتار در تاریخ ماسای مارا حک شده و یادآوری قدرت از تداوم پیچیده طبیعت در جهانه.